پس از افزایش ناامنی ها در شمال کشور، نیروهای روسی نظارتشان را از مرزهای تاجیکستان با افغانستان افزایش دادند. در ماه‌های اخیر شمار نیروهای روسی در مرز میان افغانستان و تاجیکستان افزایش یافته است و رفت و آمد از این مرز به شدت از سوی نیروهای روسی نظارت می‌گردد. حتی بازار مشترک افغانستان و تاجیکستان نیز از چندی بدین سو بسته شده است. روسیه با نظر داشت آن که یکی از فارپاست‌های دویز دوست یکم روسیه در خاک تاجیکستان مستقر است، البته از مرز بومی تاجیکستان دفاع خواهد کرد بشوبه. در همین حال آگاهان تاجیکستانی از ادامه نبرد در افغانستان نگران هستند، اما میگویند که تاجیکستان آماده است تا در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی همکاری‌هایش را با افغانستان افزایش بدهد. اگر افغانستان چنین مراجعت کند، یعنی با مقصد کمک نظامی به افغانستان، البته تاجیکستان از طریق دیگر، از راه‌های دیگر کمک رسانده می‌تواند. مثلا از جهت مثلا با مقصد من فرستادن مثال کمک‌های اقتصادی، همکاری‌های فرهنگی، این چیزها خیلی. تاجیکستان به هر وسیله در چارچوب اتحاد دولت‌های مستقل، در چارچوب سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی و در چارچوب معاهده‌های بین افغانستان و تاجیکستان می‌تواند کمک‌های گوناگون خود را به افغانستان انتقال بدهد. رسیدن جنگ در نزدیک کشورهای آسیای میانه روسیه را نگران ساخته است و در برخی از این کشورها روسیه نیروهایش را افزایش داده است و تحولات شمال کشور را زیر ذره‌بین گرفته است. افزایش جنگ و ناامنی در گوشه و کنار افغانستان تاجیکستان را سخت نگران ساخته است، ضمن از اینکه کشور تاجیکستان آمادگی برای دفع حراس افغانان در خاکش را گرفته است. اما میگویند که در صورتی که حراس افغانان ناامنی را در گوشه و کنار افغانستان ادامه بدهند، ممکن رابطه دو کشور با گذشت هر روز تیره‌تر گردد. نعمت الله احمدی، تولو نیوز، دوشنبه، تاجیکستان.